بالا داداش، بسم الله ما شاء الله یا میاریم برمیگردونیم انشالله. امشب شب درخوا. سلام آقا. سلام سید وحسین. سلام و درود بر شما. خوب الحمدلله. خوبی؟ یا الله سلام سید. میخوام خودت تو اینی سید، حالتون خوبه؟ سلام. یا الله سلام. خوبی؟ خیلی خوش اومده. بخبر حالتون خوبه؟ دعاگو هم. اسم شریفتون رو نمیدونم. من سیروس هستم. سیروس مولوی. سیروس. سیروس دیگه، سیروس مولوی، درست؟ بله بله بله. خیلی خوش اومده داداشم. مکرتم. حالتون خوبه سید جان؟ خوبی بزرگوار. اولین بار سعادتشو دارم که بله من مشارتم هستم. مشارتم سید جان. سراپا گوشم داداش، منت برما گذاشتی تشریف آوردی تو لایو. سلام ما به خوبان ایران زمین از اردبیل و سرعین. ماشالله بچه های خوب آذربایجان با همه شهراش و داتاش و روستاش. من مشارتم سید جان. حالتون خوبه؟ الحمدلله دعاگوام. تولد این یارو هم بود دیگه، همه گفتن بهشون. هانیکونا، منظورت هانیکوناست؟ بسم الله. چون تولد هانیکونا از سلوانو جیگر تل چیون. یه لحظه سید جان صداتون نمیاد. یه لحظه میگم تولد هانیکونا بود. دارم من صداتون رو، صحبت کنی؟ صحبت کنی صداتون نمیاد سید. صدای شما رو الان دارم. الان شما صدای شما رو دارم. سید جان یه بار دیگه بیا پا. یه بار دیگه. الو اگه صدای منو داری من صدای شما رو دارم. صدای شما یه بار دیگه بیا آقا. آقا سیروس ما صدای شما رو داشتیم داداشیا. آقا دانیال عزیز دل من، این آقا خیلی خوش اومدین. این دوستمون میگه منو بیار بالا. آقای سلیمی، آقا سلیمی تشریف بیار بالا. سلام آقا سلیمی. سلام سلیم. سلام واسی. سلام. چاکرتم. چه خبر؟ چنم آقا سلیمی. واسی. سلام واسی. جان منی سید. دورت بگردم. واسی. سلام آقا. سلام دوستان خوبم. سلام. خوب هستی؟ سلام. خوش ارادت داریم. چشای منه، قلب منه. شاکرتم. چه خبر؟ سلیمی اهل کجایی؟ بچه کجایی؟ سریع عصب داده داشت. بچه همدان از اندریان. بگیالم. شما داشته بزرگ منه. رو داشت وحید مرادی و آقا بهروز آجیلو هم شاد. شما عطر بوی تن اونا رو میدین. تازه سر منه. دمت گرم سوید. خدا حفظتون بوده. مشتی هستی. سلامت باشی داداش. به من بگی شما که بچه همدان هستین چه کارهایی میکنین برای زنده نگاه داشتن نام آقا وحید مرادی؟ والا جز فاتحه چیزی از دستمون بر نمیاد که. نه جان خوبه، اینم خوبه. بازم خدا یه چیکار کنیم؟ مشتی هست کرم خاکش کردن دیگه، نمیرسیم که بریم اونجا. لا لا مثلا تو پیجاتون، تو جمعاتون، تو نشستاتون یادی میکنین، صحبتی میکنین، عکسی میذارین، استوری میذارین براش؟ آره بابا استوریش میکنین به روسا جلو و عید مرادی رو. خدا بیامرز روحشون شاد. روحشون شاد انشالله خدا از سر تقصیرات همه ما اونا آقا همه بشر رو بگذار. عزیز دل من که انجام وظیفه میکنم داداش. چی؟ داداش نت ضعیفه. چی؟
داداش نتت ضعیفه، برو یه بار دیگه بیا داداش. سلام به عزیزای بزرگوارم. تک تکتون خوش اومدین، یا الله. آقا دانیال تشریف بیار بالا. سردار فراس عزیز خیلی خوش اومدی. آقا فراس خیلی خوش اومدی. یا الله. سلام علیکم سید جان. سلام برادر بزرگوارم. یا الله خوبی آقا دانیال، سلامتی؟ بخیری؟ الحمدلله دعاگوتم داداشی، دلت بگردم. الحمدلله سید جان بهتری؟ من خوبم شکر خدا، به لطف خدا، به دعای شما خوبم. الحمدلله خدا رو شکر. اصل حالت چطوره داداش؟ کردم خوبی خدا رو شکر بهتری. الحمدلله گیان دلی، قبلا هم اومده بودی بالا گویا اگه اشتباه نکنم. آره من مهرابم سید، اگه بشناسی خونه پشتیبان با هم حرف زدیم چند بار. حالا آقا مهراب ای والا خوبی؟ نوکر خالو مهراب قصر شینینی بود نه؟ آره آره درست داره. آره خوبی سلامتی؟ من نوکرم خوبی خوشی خوبی خالو مهراب خیلی خوش شد خوشی الان بلا سید خواهد خوبی سلامتی سنتور عزیز. آقا همه تون بچه خوبا تاج سرا همه تون خوش اومد. آقا یزدانی نور چشای منی. آقا دلیرانی قلب منه داداش. قربان سه جان چه خبر خوبی الان دادا؟ من خوبم شکر خدا الحمدلله میگذرانیم تو بریم خدا چی میخواد دارت بگردن دارم نوکردم سه جان سه دقیقه چند وقت خواستم بهتم گفتم یه سری فکنم حقیقتش خواستم گلگی بکنم ارزی خودت ماشالله دیگه فتوا داری همه جا هر جا اسم سید آبوش رو بیارن بزرگن کارنامه‌اش مشخصه کی بوده کی هست چجوری مرامش معرفتش زنده باشی خالو گیر همه شما رو خوب میشناسن سید جان ولی واقعیتش من از این پشتیبان خیلی ناراحت سید پول بچهای ایران خیلی میخوره ای داد ای هوار ای داد ای هوار من ببین من چی بگم الان این وسط چی بگم مثلا میدونم اجازه بدی این بحث و حالا اگه موردی هست اختلافی هست حسابی کتابی ما بین دارین اگه اجازه بدی من تو واتساپ با خودت و با ایشون حلش بکنم ایشالله امید و خدا دست در نکنه سه جان اینجوری بهتره با قول مرمی آره کردیاتی من کسی و سود قصیه و ما نکه بیا بیشاوات آری درسته ایشالله گیان دل عزیز می هر بجی آموزا خیلی خوشحال قربانت خیلی خوشحال می سید ممنونم آو دیبان بسمونی یاد خدا خدا حافظ دانیال عزیز آقا مهراب عزیز آقا دلیرانی خیلی خوش اومدی آقا همه تو خیلی خوش اومدی تاج سری خدا رحمت بکنم بچه ملای خوبم تن لایبی هست که همه با ادب و حرف میزنن خداییش برای همون من خداییش طرفدار شدم آرسید زنده باشی داداش من خاک شدم داداش شب و روزت بخیر داداش بزرگوارم ما هم شما رو دوست داریم بانو زری عزیز خیلی خوش اومدی آقا امین عزیز خیلی خوش اومدی سنتو جان سلام داداش سید بیارا بان آقا بهزاد نه ناسمت آره بان شاو میارم بان آقا بهزاد تشریف بیار بالا سلام سید سلام سلام عزیزم سلام خوبی؟ ارادت خوبی خواستین؟ سید زنده باش شرمنده لباس هم بکنم اوار یه لحظه لباس هم بکنم اوار یه تا تمرین آموزا عزیزی سید جانم من معذرت اما چشت دلم بنده بچه ایلام خوب؟ اما بزرگی یه چشتی بیش به خدمتت فران نرماتی ده گردی ها رو با خوب نه و این دیکنه دره دیکنه آخه هاتن و ما سلام یا الله خیلی خوش شدی به ناموس و فارسی بیشم یا و کردی بیشم کامیان راحت تری ارات هرجور دوست دیریم نه فران ریدار نه جنابالی آقا قربانی یا علی مدد هم تبا من دوستان
هم تبار من بچه ایلام هم شهری منه، میگه دیروز خیلی نرم اومدی با طرف. خب خدمت شما عرض کنم، ما دیروز به قول من ببین ما الان چند دین ساله همه دنیا میدونن بزرگوار، ما میگیم ما فقط باهانی مشکل داریم، اینا میان وظیفه شونه، ببین وظیفه شه موظفه بیاد حواس من پرت کنه که من اسم هانی رو نیارم، برای من حاشیه درست میکنم تو لایواشون به من بعد بیرا میگن فوش میدم بیسار میکنن. خب یه سری ها نمیدونن، بعد میان هی مارک میزنن تومت میزنن فلان میزنن. دیروز دو سه تا هم خواهش کرده جان. بله سید گوش سید زنی بزرگای ما خواهش کردن گفتن آقا بیاد. قبلش هم یه روز قبلش هم یه بزرگوار بچه محل ما به زنگ زده بود و ازش قول گرفته بود که دیگه بیاداش این عهد وفا نداره. گفت نه سید تو رو خدا جان من جان هکی که دوست داری باشه. گفتم باش اشکال نه. خودشون تو لایو بودن، بچه معلم تو لایو بودن، دو تا دیگه هم عزیزای دیگه هم اومدن تو لایو، اون بابایی هم که به زنگ زده بود که بچه معلم من هم سن سال من هم هست، خب اونم بودش آقا هدر نبود، آوردیمش بالا گفتیم یا این ناس آقا ما فقط با هانی مشکل داریم نگاه کنیم ساکت هم بود. گفتیم یه برگه سفید یه ها دیدی خودش اومد فوش داد بی ادبی کرد سید همی. خب ما هم تو لایو بودیم، کاری با این قضیه قبلیشو نداشتیم، اما موقع اومد تو لایو فقط از در تهدید و عصبانیت و اینش ما را من یکی را اذیت کرد دیگه به شعور آدمه اون لحظه همه میتوزم، من اونجا خیلی ناراحت شدم، کوتاه میومد یه در از تهدید و در از شرط و پرت گفتن و اهانت کردن و اونجا را جنابالی کوتاه اومده. همون اول باید به عنوان یه ایرانی یا عجیب معذرت بخوام باید همون لحظه میریدی بهش اوجه که دور برداشت باید میریدی بهش سید همون لحظه ریدم بهش ریدی همون دوست آقا من خیلی من شب و روز رید اصلا این عددی برا من نیست گویی نیست متاسفانه هموطنای من اینو کله اینو بزرگ میگن آقا بیارش آقا به هم دیگه فوش دادی آشتی بکنیم میگن بابا این هیچ گویی نیست. این من 27 نفر شمردیم از امین آقا علی کسگم علی رشیدی نمیدونم خالو پشتیبان مصطفی مددی ایکس ایگره گفته من زدم تا حالا کیرشون رو نخورده به غیر از سپاه و ارتش و نمیدونم فلان و فلان. ای میگم آقا شما کلش گنده میکنین، شما میرین به این عراقی بی ناموس بی شرف که تو تویله نشسته گندش میکنین. آقا نکنین، نرین تو لایوش، بهش اهمیت ندیم، بهش زنگ نزنیم. خب متأسفانه خنجر از خودی میخوریم ما. بازم من دیروز برای اثبات این که بگم بابا این بی ناموس این بی شرف سکوت کردم درد از همینه که اهانت میکنه مردی که درد از همین اهانتشه، برای نه خودش هیچ گویی نیست، بس این که اهانت میکنه اونجاش درد داره، اونجاش زور داره. به قول تو یه عراقی که تو عراق میشسته از خود ایلام، بچه های خود ایلام ما میرن تو لایوش، داره به معنی که همشهریشون فوش میده تاییدش میکنم. بچه محلای من خب بابا من خودی دارم میخورم، این گویی نیست بابا به اسم مردانگی چون فوش میده. خب اینا نمیتونن تو ایران جوابگو باشن به خاطر پلیس امنیت، به خاطر مثلا فک و فامی بگه آقا فلانی اسم ما رو دو تا فوش داد چه زشته، جوابشو نمیدن، هی ماسمالی براش میکنن از ترس کونشون. بابا نکنین جوابشو آقا تو تکاری مولا، آقا ما مردمون و نامردمون مال خودمونه، تو باید تو کشور خودت تو شهر خودش دنبال لاتید بگرد، چیکار ایرانی داری؟ چیکار مردم ایران داری؟ چیکار مردم ایران داری که تو شدی لات مردم ایران؟ این همه جنده کونی تو کردستان عراق است. برو آقا برو بالاخره اونا باش، نمیخواد تعصب ناموس ایرانی رو بکشی. والا پیچیده تو پرپاچه مردم بچه های ایران، مردی که از این لایب به اون لایب، از این کار به اون کار. آقا تو چی کار داری با مردم ایران؟ هموطن من نرو تو لایبش. آقا تو برو تو سر خودت منطقه خودت گنده گوزی بکن، چی کار داری؟ آقا کردی ما هم کردیم، ما کرد ایرانی تو کرد عراقی. آقا چه کار مردم ایران داری؟ آقا اینم اهانت پیچیدی پرپا مردم ایران به بچه ها ایران، همه گوی میخوری. من دیشب خیلی حقیقت بگم اصلا
خیلی از شاکی شدم چون بهش خیلی احترام گذاشتم. بچه های ایران بابا تو شدی بزن بهادر، کجا از اون بر مرزه همه رو میزنی هیچی معلوم نیست. آقا تو همه کردستان عراق باش گذاشتیم شد آرام شماخر عراقی با 200 کیلومتر اتومان داشت فرار میکرد. گفتیم آقا اصلا یکی، گفتیم آقا تو نه تو کردستان نه تو جنوب، بیا تو بغداد. تو بغداد هم نیومد بابای بیناموس، فقط شیپور بهش دادن فقط فش بده. بچه های اینا هم ترس امنیت عشق مشروب خوری دارن میبینن دوتا. بابا مگه شما کم دارین؟ الان جمهوری اسلامی تو ایران هر چی بخوای توش هست. که میری که یارو آب رنگ قاطی کرده میاد میگه من ویسکی میخورم، کیرم تو دهنتون سال ساب ساقید که به تو ویسکی میده. بابا میخوری تو ولایت خودت بخور، تو شهر خودت بخور، چیکار مردم آقا با ایرانی تو چیکار داری؟ همه گویی به دهنت میاد، تو چیکار داری با ایرانی؟ از استاد لقمان بگیر بیناموس، ناظم مدرسه مادرت خودت. حالا دیشب دارن با احترام باش صحبت میکنن، میخوان همه چی رو ثابت کنن، چه با مدرک چه با هر یه دم از گندگوزی میزنن. حالا جلو اونا میخواست بگه منم، حالا منم به هر حال اینجوری ام. به هر حال تمام میتونی بریم به حساب. آقا من نه تو رو سید، تو رو جدت، تو رو قرآن بذار بیاد. آقا چیزی نگو فشف. گفتم بابا این عهدی نداره به ولا. من خودم با سیاوش مرادی پدر وحید مرادی خدا بیامرز باش کنفرانس گذاشتیم، وایسش هم دارم، نزدیک یک سال پیش قول شرف داد، عذرخواهی کرد، حلالیت طلبید. آقا من دیگه اسم هیچ کی رو نمیارم، فقط بهانی فوش میدم. دو روز نگشید دوباره شروع کرد. به بچه ها دیرو به آقای درنواز هم قول داده بود، به بچه های دیگه هم قول داده بود. گفتم حالا اصرار میکنیم ولی این قبول نمیکنه. ببینید نگاه بکنید با چشم خودتون و بهشون هم ثابت شد. ولی من ناموس نداره، شرف نداره، شورت و کرست زن بچه هر ایرانی که بره تو لایو این بهش بگه داداشم سلطان تاییدش میکنه دست منه، دست من سید آرپور. من میگم آسه گوه میخوره به ایرانی و ایرانی جماعت به هر شکل و شمایلی هستن این آقا اعانت بکنه. تو چه کاره ای دیوز؟ اون موقع اسم یه دونه عراقی میارن تو همه جات میسوزه، بعد به قول سید به صغیر کبیر ایرانی فوش میده، کسی حرف نزنه، گوه میخوری فوش میدی. میخواد بره رو نرم اونایی که مثلا مخالف نظامن، اونا مثلا تاییدش کنن. آقا بابا این آدم فروشه، بابا داره مرز آدم میفروشه، شما رو میفروشه، شما رو تحریک میکنه به چهار تا آخوند و رهبر و نظام اینا فوش بدی که شما رو بفروشه شناسایی بکنه. بابا شما چقدر خرید دورت جون؟ گوه خورده اون موقع تا که بایشو فوش میدی جوابش میدی به همه جاش بر میخوره، همه جاش میسوزه. بعد بیشرف تو چرا فوش میدی؟ بیا همه کس تو چرا فوش میدی؟ والا سید من مزاحمت شدم عزیزم، بچه های دیگر رو بیا بابا نوشاید هر بجی ایلا زنده باد ایلا. یا علی مدار خدا حافظ تاج سری آموزا. خلاصه بهتون گفتم من زن بچه اون ایرانی رو گاییدم که بره تو لایو آرام کلسه تبیله نشین بهش بگه داداشم، بنویسه براش بهش بگه سلطان فلان، من شورت و کرست زن بچهش دست من سید آی پوشه، بچه محل من باشه، همشهری من باشه، شورت و کرست زن بچهتون دست منه اگه بری تو لایو آرام تاییدش کنی. بیناموسا تقصیر شماست که این بچه کونی طویله نشین پر رو شده. من خوار مادرم و بچه محل و همشهری و هموطنم رو میگم که بره تو لایو این طویله نشین آرام کسته نیم دست خالی بند تاییدش بکنه. هر کدوم از بچه محلام هم ببینم بره تو لایوش، پسر هر کی میخواد باشه، نمیدونم رفیق هر کی میخواد باشه، ناموسشو میگم. دوست دارین برید تو لایوش، من از امشب فوش خوار مادر میدم. مگه اون فوش خوار مادر نمیده؟ ما فوش خوار مادر میدیم هر کی اینو تایید میکنه. یارو میگه آقا من چه کار دارم؟ من میرم تو لایوش.
بهش میگه داداشی. خب داداشت داره به ایرانیا فوش میده، به من داره فوش میده، به مرده زنده ایران فوش میده. آقا داریش دارت بگردم داشت خوندم آقا سید بود. سلام آقا داشتم چاکرم آقا جمیر یالا خوبی داداش سلامتی داشت نبینم خود قرمت داشت به مولا یک دست کشوندننه زن کسته اصلا به شما نمخوره داشت. تو خودت مقصری آقا سید، ایره تو خودت پر روش گردی بزرگش گردی. آقا ما اون روز گفتیم آقا این خوردم خونه ما، ولی آقا این زنازاده جاش بیناموسه. بعدش آقا ما حقیقت گفتیم، آقا گفتیم بچه ها گیر نکنن فلان نشه داستان نشه، سر زدن اون بیناموستر از خودش هانی. این شیپور هانیه، این وظیفه داره که آقا بیاد سر من و چهار تا بچه خوبه، بچه لات مشتی جنگی تعصب کش داش وحید مرادی دشمن مفعول هانی کنار خب سرگرم میکنه که اسم هانی رو نیاریم. لایواش شده فقط سید آیپور. چرا؟ چون سید آیپور تنها تعصب کش داش وحید مرادیه. سید آرپوش تنها کسیه که خار مادر هانی کنار رو گاییده. این وظیفه داره که بیاد آقا سرگرم کنه شما رو. خب من سرگرم کنه اسم اینو نهیریم. من کیرات کس خار مادر هانی و بالاخای هانی. آره دا شما همین رو خودت پروش کدی کونده خار یک دست ویسکی با بادم جون ره. به مولا. ویسکی با بادم جون. به قرآن مال قرارم نیست. بابا ایره کجاش بزنی بر جا بزنی خورده بلانست بیادوی میشه مردم تو لایو نمیشه آدم بیادوی کنه. یا اصلا به چلات نیستی دکور لاتیر هم نداره. بعد لاتیر به قیافه یکی بیاد یه نیم دست داری اینجوری یه دونه از سینه های زنت خار کسته، یه دونه بزرگی یه دونه کوچیکه، نمیتونی بمالی. یکیش که دستاری بزرگ آدم خجاله اصلا این در حدی نیست که شما باهاش صحبت کنی یا بخوای بری ای اصلا به مولاد حالت خراب کنی داد. آقا سید تو رو خدا، تو رو قرآن، میرن خایمالیش میکنن، میرن فلان که آقا مثلا به فلانی فوش نده، به امین آقا فوش نده. ما میخوایم خرش کنیم که مثلا دیگه به امین آقا، به بچه معلم، به این اون فوش نده، خرش میکنیم. بابا شما دارید بابا بلند بعد آقا سید ببخشید این بچگیاش همین جور بوده ای اصلا بی حرفان و مخوره یک کلاش 3 میلیونی دستش گرفته فکر میکنه داستانیه. آقا تو مثل زباله ریخته ایران... توی ایران داداش یک بچه لاتا ایر بچه 15 ساله بلند نسبت بایش زنای محسنه میکنن با خانوادش ای اصلا بیه حرفا نمیشه. بابا این خواننده است، به والله خواننده است، خودش و مادرش خواهر مجازی رو گاییدن که هرچی بلا نسبت این چونیای عراقی رو بلا نسبت، حالا بلا نسبت آدمای خوبش، ولی به درد نخورا رو میاره تو مجازی بزرگ. ولی بهش نمیرسه دادا با. تقسیم ما هموطن هاست. به قول شما ما منم آوردم، منم اولین نوستارت شدم. شما اولین نفر من دقیقا یادم آقا سید، اگه یادتونم باشه ما با همدیگه صحبت کردیم تو واتساپ، گفتم آقا سید اید از او بر دنیا آوردیش ایره بزرگش میکنی. شما گفتی نه من میخوام بفهمم دروغاش دریارم. دیگه نه همین دروغاش دریار، هر روز هر روز هر روز مار تو آستین خودت پرورش دادی، مار تو از سین خودت پرورش دادی، از این بیناموسایی که تو صورت تویی که تو صورت تو شمایی که بزرگش کردی ای را آوردی تو لایف، چند نفر بشناسنش باز حالا که شما شناختوندیش حالا برای خودش مثلا شده. بعدم اصلا جون ما آقا سید برادر بزرگ ما، اصلا بعد من برای شما صحبت کنم، ولی به مولا همین یک دقیقه هم که برای این وقت بگذاری همیر مخاط به مولای بزرگ میشه از اسم فقط بهش فوش بده. چون این ازم بی حرفا نمخوره، این به قرآن محمد به هیچ چی نمخوره. نه آقا اصلا به خودش فوش ده، به هر ایرانی که بره تو لایوش فوش میدم، میگم شورت کرست زن هر ایرانی که بره تو لایو آرام کرسه براش بنویسه سلام دست من سیدار پوشه، بچه محل من باشه، همشهری من باشه، داداش من باشه، هر کی بخواد باشه شورت کرست زن. به خدا آقا سید الان حدودا 180 90 تا آدم به درد بخور تو لایو تن، خدا هم همه نگهدارش باشه. به خدا اشکیر اصلا نمیشناخت شما امیر بزرگش کردی، الانم باز او امیر مخواد که شما بزرگترش کنی در موردش صحبت کنی، باز بیشتر دوست داشتنش. به
بهشون میگن آقا من راه بهشون نشوندم چابشون، میگن بابا این دروغگوه، یه زمانی داشت اینجوری به خاطر این. من دیشب لایوتونه با آقای یاور دیدم، آقای یاور به چلاته اگه کار درسته، اگه باکر داره به مولاس، اینا رو اینا نباید بشاشی بخورم، به امثال آرامره نباید روشو بشاشی. این خارکسته میاد تو فلکه آزادی با موتور عکس میگیره، این به درد این کارا میخوره به والله. ایره چه بلاتی، حالا ما کار نداریم به قرآن، امثال خانی رو تو چشاش نمیتونه نگاه کنه، یک چون آخ کن به والله نمیتونه نگاه کنه. ایره شما بزرگش کردی، اما خانی ایره ببخش از کون مده بکننش بیناموسی، مالی حرفا نیست، اصلا به دردی حرفا نمخوره. کست زنه ده عشق منی داداش، کست یک دست. به هر حال ما شما رو دوست داریم به مولا آقا سید، شما برادر بزرگ مایی، برای ما زحمت زیاد کشیدی، ما خاک زیر پات میبینیم ناراحتی، ما یک ساعت التماست کردیم ما رو بیاری بالا، گفتم به هر حال هر چی هم که نمیشه آقا سید، ما ایرانیم پشت همه رو داریم و از بالای این کون به چهار تا ایرانی خود ما بیادبی نکنیم بهتر، این خوشحال میشه داشت، متوجه میشین؟ انشالله. چون ما همه هم... تو ناراحتی ما درکت میکنم، حالت خرابه، یک چیزایی رو شما میگه ما مو میبینیم و شما پیشش مو، ولی خب ناراحت نکن خودت، ما دوستت داریم، جمعه شب شادی روی عروات، خدا بیامرز پدرت، خدا بیامرز مادرت، خدا بیامرز تمام از ایران خاک این بچه هایی که تو لایون، اگه ما بیادبی چیزی کردیم ببخش. شما بزرگی عزیز دل منی، یا علی داش بزرگ منی، امر فرمایش یا آسیه دوست دارش دست بوستم، خدا حافظ، خدا حافظ عشق من. سلام به همه عزیزای بزرگوارم، عشق منین، همه تو خوش اومدین، تاج سر منین. آقا امید بیا بالا، آقا به تو بی ادبی نکن داداش، آقا جواد بی ادبی نکن. سلام آقا امید. چکر آقا سید گل. سلام داداشم، یا الله یا الله. من کوچیکم آقا سید، شما عشق منی، من همه رقم دوست دارم آقا سید. فدات بشم، ما هم شما. به ناموسم قسم، من سه شب تو لایوتم، خب دیشب هم دیدم لایو تو، شما به هیچ خدای بی ادبی نکردی. دیشب آقا آرام بی احترامی کرد، شما هم جوابشو دادی. ناموسم من امشب تو لایوش هم بودم. خب بهش هم گفتم شما به هرچی ایرانی و پرچم ایران بیعتنا میکردی، شما نباید این کاری میکردی آقا، من بهشون هم گفتم الانم، خب بودن یک ساعت پیش آقا، آقا سید به ناموسم قسم خیلی تأسف میکشم، من بچه گرگانم، محشد 20 سال زندگی میکنم، عشق منی آقا، همه رقم هم تأسف میکشم، شما تاج سر مایی، به ناموسم قسم، به جون این دوتا بچه هم قسم، آلادمو تام قسم میخورم، خب همه رقمه تعصب تو میکشم، همه رقمه هم دوست دارم، ولی آقا شما اگه هم هرچی هم گفتی شما حق داشتی، شما بزرگ مایی، ماشاءالله ادب جهانیه عزیزی، خدا شما بنده نوازی میکنی داداش، بنده نوازی، من پشتیدم آقا به ناموسم خیلی دوست دارم، خدا حفظت، با آقا آرام هم گفتم من هیچ مشکلی به هیچ خدایی ندارم، ولی در حدی نیستم که بخوام مشکلی داشته باشم. آقا نیست، اون یه جاش مزدوره، موظفه، خب موظفه حواس ما رو پرت بکنه، خب از هانی، بله، تیم مفعول هانی که دستش به خونه داشت وحید مرادی آلوده است و دستش به سلامتی هزاران هزار خانواده ایرانی آلوده است، حواس ما رو پرت بکنه. تمام زندگیش لایو شده فقط چی فحاشی به سید آرپوش، چون میدونه تنها کسی که سر تعصب داشت وحید مرادی رو میکشیده و کشیده سید آرپوشه، تنها کسی که دشمن سید آرپوشه، این نمیخواد این کارو، عشق منی داشت من کوچیکم آقا سید، به ناموسم قسم، سروازت هم همه جا، سرواز آقا امام، در حد این حرفا نیستم ولی غلام ادبت هم همه طرفه همه جایه، به جان همین دوتا بچه هم قسم به قسم کردم، دوست دارم قلبن، کوچیک عدمت هم همه رقمه میخوامد آقا، یا علی مدن کوچیکی دم آقا، خدا حافظ. سردار فراس عزیز، آقا همه تون، بانو زری عزیز، داداش بیار یزدان کرده و سازان کرده رو بیارین تو لایو، نیستن تو لایو داداش، آقا مصطفی کرده عزیز دل منی، فدات بشم آقا مصطفی،
بچه های گرگان عشقم، بانو سایه عزیز و بزرگوار، آقا عباس عزیز، آقا امیر عزیز، آقا مهتی عزیز، آقا مصطفی کریمی، آقا مصطفی کریمی سلام، خب برو جوابش بده، میگه سید فلانی داره بهت فوش میده، برو جوابش بده. نه آقا داروش، اینا چاغالا تقصیر هموطنای منن، میرن آقا بچ، آقا تو رو خدا فوش نده، جون مادرت فوش نده، چی شده چرا میای فوش؟ اون فوش میده که تو بیای چاکرم نوکرم براش بکنی، میگه آقا تو رو خدا پلیز، به قول انگلیسی ها پلیز، جان مادرت تو رو خدا فوش نده، اون عقص فوش میده که تو بیای بری تو لایوش به زنگ بزنی، چرا آقا تو رو خدا فوش نده، چی شده، برای چی داری فوش میدی؟ اون اش میکنه. فداد بشم بانو زری، این به بعد گفتم هر کی میخواد بره تو لایوش، قبلا هم گفتم کسی گوش نکرد، باورش نمیشد، دیشب با چشم خودتون دیدین این بیناموس زنازاده آرام کسه نیم دست، این که خوب خالی میبست، این زنازاده فقط شیپور فحاشی هانیکونا شده. هر کی بره تو لایوش شورت و کرسیت زن بچهش دست منه دیگه، خود دانی، برو سرتو بالا بگیر برو تو لایوش، ولی شورت و کرسیت زن بچهش پیش منه. آریان جان سلام، آقا سعید دورت بگردم، چطوری آریان جان؟ آقا سعید خوبی داداش؟ واسه خنده بره آره، ولی ننویسه داداش سلطان چاکرم نوکرم اینا رو ننویسه براش. بره کیر بکنه تو عاقبتشو بیاد بیرون، یا این که اصلا نره، ولی وقتی میره می نیسه برای سلام چطوری داداش حالت خوبه، شورت کرست کار مادر دست منه. آقا سعید سامورایی، آقای سعید سامورایی، تو هی چپ راست تو لایو این اون میری فلان میکنی، همه هم داشتن دنبال چی میگردی؟ به اون میگی داداش؟ سید یه پیام به هم بده یادت نره. آمتی باشه داداش. آقا افشین سلام، آقا مشتاق دارت بگم شما بزرگی، بابا شیپور اونه لایواش همش فحاشی به بچه های ایران، اسم هانی رو نمیاره، نمیفهمی شما، متوجه نمیشی؟ آرام کسه اسم هانی رو نمیاره، تمام لایواش شده فحاشی به بچه های ایران، به تعصب کشای ایران. خال پشتی با خوشاتی، شما الان چند وقت نهیدین آقا چهار تا فوش بهانی بده؟ فقط شده فوش به بچه های ایران و سید آیپوش. خواهر پشتی با کد بهم،
هزار تا بعد بیرا به بچه های ایران سپاه ارتش رهبر سید آیپوش فلان میده، یه نیمچه فوشی به هانیکونا میده. سلام خاله ایوب چطوری؟ سلام آقا سه. یالا سلام. یالا شبت بخیر. یالا بنیش بنیش. حالا خواه سلامتی عزیزی چطوری خوبی؟ حاضر سلام آنی شبت بخیر آقا. چه بیام یارو چی میگفتی ایو؟ کامان نشینه چی چی؟ حیوان آه این جانور مخوف و خطرناک. خیلی باحال میگی خدا وکیلی. ای واگیان خود آقا سید، هی نیم ساعت پیش چون دو نفر سه نفر خدا شاده هی دوره گیردانم و راسه درگیر بیمن و چخو داده بانه دست ما. ای داد کی نیانه؟ نیزانم کی بین مسیون خوب سیویلیم. یعنی هیچ نه تصادفی یا اصلا های اجوره ننام نناسی ها حاتم اخوار ور یکی دان رمانم درگیر ور بیم رمانمه الاسام ار را اوکا نیام شانچیر یو نیم چه یو نیام چه یو خسر را کپورا بجوره کردم دال بانه دسیدم بری خدا ستر کرده. آوا مولا متواری بینی چه نره ولی خوب پیدان کم تایلان دشونم بیم آلی. عجب بلا دور آقا بلا دور. ولی پیگیر بود، پیگیر داستان بود. بزن کین چای قربانت. آره الان برای نشان بیم ها آیل یا پانسمان یدی نکرم ها. عجب لا اله الا الله هم خود خدا سترت کرده. آره وجای دیری نیت بود انشالله پیدا بود. خواهد چطوری؟ چه بیا جریان چه هست؟ جریان؟ این خندر جاش به تاویله نشینه این قار نشینه. خواهد دیا شب تا شکی دجمین مردم دی بانخار مردم کری و حساب و حساب تحساب کش داشت وحید مرادی و دشمن هانی تمام زندگی بیا و فقط دجمین و ایرانی دی نام هانی نیاره صغیر و کبیر. او رو جوگیان خواهد 28 نفر شمردی من امین آقا فرزانه، علی رشیدی، مهدی امینی، مصطفی مددی، علی کسرم، پشتیبان، جنابالی، مکه، او 27 نفر. هی من میزنم و میکشم و میبرم و کیرش که میانم نخورده. فقط نه کرد چبره و علی و یان خود آقا سید یه رفیق درام بچه اوریل اصا. ود اصلا همچی کسی ایمن یه ناسی من اصلا ود من بخواین کرا آورد ما با همسا آوه شرفم ود اصلا ایو همچی کسی نگه من یه ناسی من نیازانم یکی ها ودم کرا بچو نام اینستاگرام بچو بزن چه خاک توزی که آقا تقصیر بچه له خمانن بچه له همشهری له خمانن با قول من بچه محله خوان آقا چوتا نام له آقا یک کسی دجمین ده یک قصی دجمین دیه که تو بچی تلفونی بکه یا بچیدم چه بیا اراش دجمین دید آقا نکه ای و آقا چین بیس کر یا هم فکر که چوار نفرات نه بیسه بکن چوار نفر ورده بیشن آه گپا بیا گورا بیا گویگا آه گوی گپه گی تو آرام کسه گپه چه بیا راه نه گپه چه گپ وی چیزه دارم گپ نیو ها بالاخره بذار فارسی بگم بالاخره آدم هر جوری باشه تلنگش در میره تا کی میتونی مثلا خودتو بزرگ بکنی. نه داداش اینجوری هم نیست آخره یه جایی باید تاوان بودی بهش آره آره تاوان داده روش نمیشه نوش کنم شهروار تو بکش پایین جای چیزیار نشون بده نمیده توشی یارو آیه میده که دانه دهانی کامان یاسه آقا لباس فیده از یاسه غذای اصلی این جانور از مطلوع خود تغذیه می کند. من بودم پیران سفیده
دادیمو آقا یاور ترکه قلب می یاور ترکه نوکرتم همه دوستان برم چون من اسمی میرم آقا این سعید ساموراییه من همین الان نیم سعیه ساعت پیش دیمه نام لایو آرام هنه بچه مشده آره خب می اومد تو دایرکت من خب آقا سعیده می نویسه کمک بکنو یه نفره میاد کمک بکنو اینا دایرکت جواب نمیدم الان چند آقا میاد تو لایو شما چند بار دیدمش آره آره دیدمش خب دیدمش میره تو لایو آرام کسه خب نیم دست اونجا براش داداشم میکنه الان هم میاد برای ما اینجوری میکنه آقا داداشت داره به من بیادبی میکنه با من طرفه آقا میتی تو که خاکتم اولا نمیدونم چی بگم خدا وکیلی آقا سید خیلی ها هستن آقا سید من اگه با شما یه زمانی دشمنی کردم فیلم تو دارم چی داری میگی فیلم تو دارم ضبط کردم میگه من نبودم آره آقا جعفر سلام داداشم سلام همه دوستان ببخشید سلام آقا عزیز بزرگوارم خیلی خوش اومدید همتون تاج سر من این حتی اونایی هم که دارن چپت پت می نویسن اونا هم تاج سر ما هستن آقا ما به کسی بی‌ادبی نمی‌کنیم سه سیگار نیا کیشایی دوباره سیگار کردید والا یه مدت ترک کردیم دوباره آت مدت یه مدت ترک کردید یه مدت ترک کردید والا کاش که بتونی نکیشی انشالله ترکی کیمن آره بله 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 من برادر مرحوم بهمن نظری هستم آقای جمال خدا روش شاد بکنه یادش گرامی قربان خدا رفتگان شما خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه خدا رفتگان جمع بیامرزه از کنم حضور شما بعضی ها هستم آقا صحبت بکن خال معذرت میخوام خال با دوستان خاشم. صحبت بکنم من این دوستمونو پیدا بکنم بی ادبی نمیتونی بکنی آقا مامان ریش خاکتی مامان ریش عزیز برامون یکی از خوبه مامان ریش خیلی بچه خوبه ببین آقا آره آقا میتی تو که بتونم تشت آقا میگه من نبودم سعی سامورایی خب نگاه کن قربون سامورایی آقای سمی سامورایی من از شما گله دارم داداش ببین برم. نگاه کن ببین من حرف سند میزنم بهت میرسه همه جوره به غیر از داداش و فلان اینم لایبش چی بهش میرسه سعی سامورایی به قرآن هیچی بهش نمیرسه اون به قرآن یه مفبریه بعد میگه من نبودم میره به اونجا میگه داداش میاد اینجا اینم بعدی کامنت های بعدیش بله. منو پین کن بله دروغ میگم آقا نه آقا شما با سند حرف میزنید آقا مشکلشون همینه با من مشکلشون همینه چون من حرف با سند میزنم خب همین آقایی که من الان پینش کردم آقا سهراب نکویی داداش من داداش میگی اونی سلطان میکنی بعد میای تو لای من برای چی داداشت با من طرفه داره به من فحش ناموسی میده به 80 میلیون ایرانی داره میخنده و فحش ناموسی میده به رهبر ایران داره فحش میده گو خورده حالا امشب هم معروف شدی پینت هم کردیم داداش برو هر مشکلی داری آرام کسه نیم دست خالی بند تناش جونمون تو کردستان عراق تناشو ماخر عراق مشکل جانوار مخوب والا عبدال ما رو گیر آوردین نمیدونم آقا سهراب درود بر شما سهراب نکویی عزیز داداش من سهراب یان تاج سر من هر که دوست داری عیب بگو من میارم بالا اینایی که از دوستا هستن خالو فراس عزیز سلام سلام فارس یان فارس عزیزم این جریان چیز حلش کردین با هم دیگه این بادیگارد و یاور رو نمیدونم با یاور مشکلی ندارم دیروزم بعد یاور سر خوبیه خب
ولی اونم با اون مشکلی نداره. من فقط اینا میمونن استوری برای من میذاشتن، لایو میدادن به من، بعد بیرام میگم من اسمش نمیوردم. آقا کاک محمد ریش میتونی بیاری بالا؟ کاک محمد ریش بیار... اگه یه پیام به من بده یا درخواست. آره نوشته بیار بالا، الان نوشته بیار بالا، نمیدونم پینش دیدی یا نه. نه والا ندیدم، به والله ندیدم. محمد ریش یه پیام میبینیم سن نوشته سلام. نه 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 اون نیست، مهدی ترک است. مهدی ترک هم اگر میاد، مهدی ترک هم انسان بزرگیه آقای. آقا مامریش رو میگی؟ آره مامریش. آره مامریش باید درخواست میزنم رو اسمش، به روز نیست، باید درخواست بفرسته. آقا مهدی ترکه چی؟ آقا مهدی ترکه هم درخواست نفرستاده، بذار من رو اسمش. آقا مهدی بیا بالا یه کمی برامون حرف بزن. آقا مهدی عزیز، آقا مهدی، آقا مهدی، آقا مهدی. آره آقا دیگه، آره آره آقا. ناراحتی؟ آقا درخواست بفرستم برا من که من بیارمشون بالا. آره آقا مهدی ترکیه اگر موقع داری درخواست بده آقا سعید بیار از بالا. مشتیان ایران سلام، خوش اومدی. آقا همه تو خوش اومدی. آقا آریای عزیز، یکی از خوبا، مشتیا، مهدی سنتی، به به، همه دوستان که اینجا هستن، همه تاج سرن، همه عشقین، همه بزرگان. آقا فرشاد لکه خیلی خوش اومد. امید امید پیری، یاور ترکه عزیز منی، یاور عزیز. آقا مهدی ترکه نوشته الان دادم، درخواست دادم. آره 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 بس من آره نگاه بکنم. آقا مهدی ترکه رو پیدا کردم، دست دارم براش درخواست فرستادم. خالو محسن سلام. یا الله یا الله یا الله یا الله. خوبی آقا؟ حال شما خوبه ان شاء الله؟ قلب ما قربونت برم، سلامت باشی عزیز من. حاج سلام جان، قربون جات. آقا سید، آقا مهدی رو میشناسی؟ دورا دور اگه اشتباه نکنم. آقا مهدی من یه البته ببخشید با اجازه آقا مهدی ترکی، آقا مهدی ایشان کرونا گرفتن، 22 روز رفتن تو کما. لا اله الا الله، سلامتیش. بعد آقا سید روحش از بدنش جدا میشه، یعنی واقعا جنازه خودش رو میبینه آقا مهدی تو که الله. حالا خودش هم اگه آقا مهدی یه پیشونی اون سفید شده. خوبی سید جون؟ فدات بشم حاج مهدی، قربون جدت بشم، فدات بشم، جدت بشم، یادت بشه به اذن خدا. عشق مایی، دادت بگردم، خیلی خوش اومدی، سلامت باشی، خوشحال که تونستیم خدمت برسیم. خدمت از ما، رحمی هم به خوش ما در خدمتیم. عزیز دل من این دورت بگردم، فدای شما باشم. ایشالله الان بهتری داداش؟ خدا رو شکر. دو ساله نه، من با علی انصاریان و مهداد میناون با هم دیگه رفتیم تو کما، آیتمامون یکی بود. لا اله الا الله. نه 3 روز بیشتر بنده های خدا عمرشون به دنیا نبود، رفتن از دنیا. با اینکه تازه علی کریمی برایشون از قطر هم از امارات آمپول آورده بود، ولی خب افاقه نکرد، عمر به دنیا نبود. من 23 روز تو کما بودم، بعد 23 روز با فلجی کامل اومدم به هوش. الله اکبر. بله. یعنی حتی قادر نبودم گردنم و سالم الان سایتون بالا سر خانوادهتون دیگه... خدا بهتون سلامتی. سید خیلی سختی کشیدم، اینجوری میخوام بهت بگم. داداش نگیم به منم همینجوری، ولی من به اون به کما و اینا نرسیدم، ولی داداش واقعا سخته. همین الان یه 10-12 روزی هست به قول معروف یه ذره جون گرفتم. خدا رو شکر. من تمام بدنم فلج شد. ارزم به حضور دارو آمپول IVIG دونه 6 تومن بود، اون موقع ارزون بود. 40 تا به هم زدم تا بتونم گردنم و سر و دستم و اینا رو تکون بدم. 240 میلیون 40 تا. الان شده یکی 13 تومن. الان دیگه اینجوری بهت بگم سه جه، اگه پول نداشته باشی تو این دور زمونه قبرستونم حتی رات نمیدن که خاکت بکنن. خدا شاید آره الان بد زمانه شده، خیلی بد زمانه بعد این همه گرفتاری، این همه
مشکلی که برای ملت عزیزمون به وجود اومده. من درست فیکس یه چیزی نزدیک که 460-470 تومن خرج کردم تا الان پیش شما هم دست و پام. 2 سال الان من هنوز تو رخت خوابم، بلند میشم ولی لغوه دارم، لرزش داره دست و پام، اونجوری که خوب بشم و رابرم نیم. بله 85% ریمو از دست داده بودم سید، 85% ریمو از دست داده بودم. الله اکبر. بله الانم با دستگاه ببینین این پایینه، دارم با دستگاه زندگی میکنم الانم، یعنی اگه بایپاپ نداشته باشم نمیتونم. از آلمان اینو برای ما 44 تومن اون موقع ارزونی بود برامون آوردن، و هنه روزی 320 تومن 350 تومن میدادم به کپسول اکسیژن میآوردن، روزی 3 تا استفاده میکردم، 150 تومن روزی میگرفتن، تازه تخفیف خانواده هم داده بودم برای فیزیوتراپی تو خونه. شما همه اینا رو حساب بکن ببین روزی چقدر، نزدیک 1 تومن من در رو داشت. بله خدا به تو سلامتی بده، خدا کمک حال شما باشه انشالله و روز به روز سلامت بشه. همون مثبت فکر بکنین، استرس به خودتون وارد نکنین، وارد بله. داستانایی که باعث مشغله ذهنی میشه نشین، سعی بکنین بزنین بیرون، از تو خونه بزنیم بیرون، این خیلی کمک میکنه. نمیتونم هر شکلی که شده. آره با ویلچر بودم، حیاتی دم کوچه ای اینا تاثیر میذاره. سیر 6 ماه من با ایزی لایف هم میکردن، 6 ماه حالیم نبود چی به چیه، بعد به هوش اومدنم 6 ماه سون داشتم با سون زندگی میکردم. بعد 6 ماه یواش یواش چشام و همه رو هر دوتاش از دست دادم، هر دوتای چشام نابینای مطلق شد به مدت 35 روز. آمپول چی بود خانم میزدید به؟ سیتیکولین. آمپول سیتیکولین یکی صبح یکی شب به مدت 3 ماه زدن. الان یه چشم 25% بینایی داره، یک چش دیگه هم حدود 15%. فقط روبرو، یعنی اینجوری نگاه میکنم به خاطر اینکه شما رو ببینم، متوجه؟ یه زیر و دورور و اینا رو نمیبینم. یعنی کدوم شهر هستین حاجمتی؟ من اصیتم اردبیلیه، ولی بچه اردبیلم، ولی الان نزدیک 26 7 ساله که مشهد ساکنم. یا امام رضا، بچه من آقا امام رضایی. بله ان شاء الله خدا امام رضا به اذن خدا شفا رو بله هدیه میده به شما. واقعی بیمار شفا گرفتم که زندم دیگه. بله خدا بیامرزه، خدا رحمت کنه علی انصاریان کو، مگه ورزشکار نبودن؟ بله. مرداد کو، مگه ورزشکار نبودن؟ قربونت برم. بالاخره اونی که میگه گر نگه دارنده من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل پنگ نگه میدارد. حکایت ما و اون بچه ها همینه، قربونتون برم. سنمون اونا بیشتر، جسم اونا قوی تر از ما و هزار موارد دیگه، ولی اون بالایی بخواد نگاه بکنه نمیگه دیگه آمتی لاغره، چاقه، پیره، جوونه، فرتوته، هیچی. اون میخواد نگه داره، نگه میداره، همه چی اون بالاییه، اون بالایی. چون ما معتقدیم، میگیم بی اذن پروردگار یک برگت دلخ نمیاد. من از خواهی بگم یا الله، یا الله، ای قربونت برم، ای قربونت برم. آقا مهدی همزمان تلفنم زن خورد، شما اومدین بالا، از خواهی بگم آقا سعی شما هم ببخشید، ما در نبود شما روده درازی کردیم، ببخشید. اختیار داری، اختیار داری. آره آقا سعیم سعید سلامتی کامل. آقا سعید جان، آقا مهدی خیلی انسان بزرگیه، خیلی خیلی خدا ساده، مثل خودت مرد شریف، مرد پاک، قربونت برم. بعد ایشان مربی بوده بوکس بوده، مربی ورزش های رزمی بوده به اصطلاح. الان سلامتی بده، سلامت بشه. الان هم مشاور استانم دیگه، نمیتونم راه برم، ولی خب به هر حال لطف میکنن، دوستمون دارم، ما هم دوستشون داریم، ارزش قائل میشم. بعضی وقتا تا بتونین عشق ورزی بکنین، قربونت برم، بلدین عشق ورزی بکنین. سلامت باشی سید، خدا بهتون سلامتی بده. خیلی خیلی خوشحالیم، ما فقط خوشحالیم که رفیقای مثل شما داریم. خدا توفیقش رو به ما عنایت کرده، دست ما رو گذاشته تو دست آقا ایوب، شما و رفیقای قربونت برم عزیز، تمام دلخوشی شما، این بار بزرگواری قد مشتی هستین آقا مهدی، خدا ما هممون دوست داریم. خواهش میکنم.
وقتتون رو گرفتیم. زنده باشید. خبر از خبر از کمال نداریم، میگم سقف خونش اومده. خب آره اون شب اونجا بودم، خراب نشده. من اون شب اونجا بودم، خدا بخواد نگهداره. اینه همیشه خدا دم پنجره میشست روبرو حال در آه. آره لایف میگرفت. شانسی بلند شد از اونجا. من آزاد شهرم، قربونتون برم، من آزاد شهرم آقا سید. بله. این دوستان میپرسن، این دوستان ببخشید، من آزاد شهرم، آزاد شهرم، بله، امامت 58. خدا حفظتون کنه، سلامت باشین، قربونتون برم. بله بلند شد اومد اون ورتر نشست که لایف بذاره. یک دفعه سقف خونه گفت گروپ سقف که منظور گچا و ایناش همه تبل. یعنی اگه اونجا بود واقعا میخورد تو سرش، سرش میشکست. ایشالله بخوره تو سرش، ایشالله این دفعه بخوره تو سرش، ایشالله. سید میشنسید کمالو دورا دور؟ بله دورا، بچه بکنه کامیارانه. آره 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 آره، خود خودشه این آقا ایوب به ما دری وری این اذیتش میکنه. نه چرا بی خود کرده، بی خود کرده، بی خود کرده. واگذارش به خدا، تا اینو میگه اونم میترسه دیگه، صداش در نمیاد. میگه 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 کی عکس تو رو استوری بکنم زیرش بنویسم داداش چه زود رفتی. خدا این خوشیه یعنی که خدا گفتم به خدا تا حلواتو نخورم، خب تا حلواتو نخورم. خدا سلام علی آقا شما، آقا بیتی، آقا سید، همه تون قربونتون برم، سلامت باشید ایشالله. خدا برادری کمتون نکنه. لایف گذاشته بود بنده خدا، همین داشتم میتونم ببینم چیه، خود دیدم بنده خدا لایف گذاشته خوابیده، هیچ که هم تو لایفش نیست. کی؟ کمال؟ نه نه نه، حالا بعدا بهتون میگم. موسی؟ آقا سعید طالعی عزیز، خوش اومدید. گفتم خدا هنه تریانام لایو بنا مانکه. ای منتظر بودم، ای منتظر. اگه آشنا باشه، اگه آشنا باشه گردن میگرفتیم، این ندارم. لایو لایو گرفتم، حالا خودتون هم میدونید من دست به ضبطم خوبه، من ضبط کردم. آقا فارسی بگیم ما هم بشنسیم. نه نگفت سید، نمیه به من هم نگفت به خدا کیه. آه فکرم گفت آره به خدا میشنسی یه گوشه. وای خدا تک دی 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 گگه شیر من دی 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 نگاه همه شناختنش. گگه شیرم پیک رو اینجوری میگیره، میگه دور سر دور سر همه تو متا تلخی درستون تو لایو های آرامه به من فوش میداد. با آقا تیم با آقا پیرداده زنگ نگودیم آقا این کیه به ما فوش ما نمیشناسیم. آه نه قبلش من آقا پیرزاده و دو سه تا بچلر خوب مشتیم از خودتون زنگ زدن، من یه استوری گذاشته بودم آقا این چیه هرچی فلان و فلان رو میرن تو لایف ای یا بعد اومدن گفتن دست ناراحتی گفتیم آقا چرا چی شد گفت تو به فلانی حرف زدی گفتم به فلانی که نمیشناسمش گفت همینه که داره مینویسه بیارش بالا خلاص آوردیمش بالا آقا خزایی دورو بگردم تو فلان دیدی چه لحجه قشنگ هم تو برارمی تو فلانمی اصلا نمیدانی اونجا میخوام خفتش کنم و بزنمش و بیارمش و... همونی که تو لایو آرام داداش داداش میگو بعد تو گیر دادی بهش. آره. گفت آره من میخوام با روش خودم چیز بکنم. آره. و اینا. آره. یادمه یادمه آزه. همین که میگه گگه شیرمان پیکمان دور سرت میچرخه. آره پیکو دور سر میچرخونه. آره اینا رو هم گذاشته بسفر. صبح هم بادیگارد نگهبان مسجد، صبح هم میره دم مسجد نگهبانی وای میسه. نه صبح هم میخانه روزا مسجد. داری چی میگه؟ صداش که میاسه همین آهنگا رو میذاره. خب بعد صدای خور و پر پشو میشنوی تو رو قرآن و گیان خواه.
چی سید 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 برام مردگی لیا ول نکردگی یکی خو خدا گگم و چه باید بکنم بگیم چون ما چی جه بردم خدا خدا حالا این زبون که صحبت میکنه کردیه یا لوریه نه این کردیه کردیه جان اینی که میخون تو لایو نه خودت نه ما حرف ما رو میگی من کرد ایلام ملک شاهی ام با خاله ایو ملک شاهی ها اصالت داره عزیزی بزرگی شما سید ملک شاهی آقا سید از طایفه ملک شاهی زنده باشه زنده باشه چیه اونا هم همین جور خانواده های بزرگی هن. اونا با اونا لورن آقا سگوان بیروان اونا لورن آقا لورن بله بله کرد اینا به قول معروف همخونیم از یه همشین یکی هم به قول معروف دیگه شرایط باز شده جدا بشن از هم دیگه وگرنه یکی هم همه یکی درست آقا سعید الان آقا سید تو نزدیکای مشهد هم ملکشای داریم تبیدی هم تو شمال داریم تو آقا سید اون برای قزوین خب طرف زنجان میری یه آبادیه همه شان گچی هم همه شان گچی ملکشای آقا خدا میگم که این دوره ما متاسفانه دوره بلایی که سر کردای ما اومده کم نیومده کجا تشریف دارید؟ شما کجا تشریف دارید؟ بپرسن دی توکرنی خواهد اینا لندن هستن آقا سید لندنه الان لندن هم در خدمتتونم عزیزم سلامتی باشه پر ایران نیستی؟ نه بزرگ نه سید 27-8 سال لندنه ای جان دلت تنگ نشده ایران؟ چرا عزیز دلم ما هر چی سنگ به سینه میزنیم برای ایران میزنیم متأسفانه به ما فوش میدن میان میگن آقا تو مزدور آقا سید دشمن درجه یک شماره یک هانیکوناست که خودت بدت میاد ازش آقا واقعا رفیقشی دشمن درجه یکشه آ دشمن فکر کنم میگی رفیق درجه یکشه رفیق سید هر کی با اون سلام علیکی داشته باشه با اونم دشمنی میکنه کار خوب کار خوب میکنی سید همین الان اینجوری شدم بذار حالا بگم عزیز در شدی فرداتون بشم فرداتون عزیز بودی عزیز سر شدی تو الان آواره شده الان تو ترکیه استارتشو من دادم میگن مثل که فرار کرده ترکیه دروغ یا راست فعلا الان اونجا آواره سال حالا آواره نمیتونه بیاد من که دیگه به قول معروف از اداره بودنش استفاده بکنم ولی امکان نداره اداره بودنش هم خب به خدا قسم من یه منبع موثقی بهم گفت بیاد 15 سال کم میکننش تو خدا بکنه داداش خدا بکنه 15 سال سرسومه فساد این ام الفساد این وحید مرادی همون لوداد کشتنش دیگه فتنه ای که مابین همه جوانای ایران و ملت ایران هم همه محله ها میندازه فقط هانیه آره آبجی آره خرم آباد هم ملکشاهی داره آره میدونم همین خدا بیاموز وحید و همیشون لوداد سید جان همین وحید مرادی همین ایشون لوداد میگم سید جان بله اصلا ایشون با کشتن دادش بله همین روز اول فتحش دادم دیگه حالا آقا ایوب بیشتر تو جهان دوستان بیشتر بله من همون روزی که داشت وحید رو با کشتن دادم من فتوای هانی رو دادم دیگه گفتم تو دنبال این داستانی اولین نفر سید داد گفت با دمپایی پاره پارت میکنم نمیشد بگی آقا با تیزی با چاقوی نه آره خدایی اول نفرم سید فتوا داد بعدی هیچکی نمیدونه که داستان چیه خدا خیرت بده عزیزانم همه انجام وظیفه میکنم فده شما بشن خدا قبول میکنم یه پسرم اومد تو تهران میگن تو خود تهران تو 206 زدتش هانیو میتی آقا میتیو ببین آقا میتیو ببین ببین آقا ببین آبه جان آقا میتی آمین آره آقا میتی کدوم چی به آرام میگه اسمشو نمیارم میتی فیلمه من اسمشو نمیارم آقا ایوب آقا میتی آقا میتی من پیرن سفیده بودم خب پیرن سیاهم یه رفیق دیگه هم بود کدامشان این بود میگه من پیرن سفیده بودم یاداش اونی که سوار موتور میشه انگار رو موتور به دنیا اومده
خدا شاهده. این تو شهر آقا تو شهر من موتور بلده، نیم دستم نداره، نیم دست داره، نیم دست. آقا دادفر عزیز بزرگ من، تاج سر من آقا دادفر، دادفرت. حاج عباس بچهای 13 آبان قلب من اینا، بچه ملکره. همتون خوش اومدید. بچله ایلام تاج سر منم. همه بچهای ایلام بزرگوارم. سلام سلام. آقا سه صابر قلب منی. مامریش میگه منو بیار بالا. مامریش میزنم رو اسم. مامریش میگه به روز نیستی. هر کی میخوایم بیاریم بالا بگیم من برم پایین. آره تو راحت باشی. اومده. من براش فرستادم ان شاء الله. پس من میرم پایین ایشون بیاد بالا. نه آقا مهدی شما تشریف داشته باش. خب میگم مطمئن نباشم یه موقعی سه جون ایوب جان به خاطر اون میگه سلام سلام قلب منی ما مریض با مولا قلب منی سلام خیلی مخلصی عزیز دل منی یا الله خیلی خوش آمدید ممنون ادم عزیز حالا خواست قلب آقا مامریش فکر کنم نزدیک دو سال و نیم پیش با هم لایو میذاشتیم آره مامریش متاسفانه یه مشکلی براش پیش اومد آقا سید خب مدتی تو دانشگاه بود آره از بره آقا ایوب خوبی قلب منی ماما با مولا دوست دارم قلبی عزیزی این آرامه ممنونتم این آرامه از میگه نمیدونم هانی رو من زدم بخند فقط ما لب مرزیم خب آها خول بود من خول بود از اینجا بیاد خوب. یادته خودت گفتی آقا من میرم لب مرز براش من گفتم من گفتم بیا لب مرز من میارم راست میگی نیومد دروغ گفت بهش تصویر زده نیومد پار سال بود درسته؟ پار سال بود آره پار سال خدا وکیری گفت من گفت آقا من تا خلاصه 10 دقیقه راه خوب تو بیا لب مرد من ایوب میارم اگر مردی درسته آقا؟ درسته آقا ما تو سلیمانیه باش قرار گذاشتیم ساعت 8 شب ساعت 10 شب رفته بود خب تو اتوبان با 230 کیلومتر سرعت آره شما خیلی بعد رفتم نیومدن بعد چی؟ میگفت آقا میگفت من رفتم دیدم ببین از کی رفته بود زاکسی ها زده بود دیده بودش اونا فیلم گرفته بودن کلیپ داده بودن بیرون بعد میگفت یه جیپ قرمز داشتن فلان حالا تو ماشینه داره فرار میکنه خب و داره میگه من میگه اینا نیومدن بعد لابلای صحبتش همه رو ضبط کردم تو یوتیوب هم هست میدونی چی مثل یه آنو دیدی مچشه چجوری گرفتم به خدا مجازی این آرامه خواه تقصیر آقا هم بستنهای ماست میرن اینو تاییدش اون وره تقصیر بچه های خودمانه راست میگه سید راست میگه تو لایو گفتم علکی با گوهانی کنها رو زدید تا بچه ها گیر نیفتن تقصیر منم هست اون وره هر فتوایی میده دیگه آقا میتی آقا سید باش هماهنگ کرد و گفت آقا بیا تو بگو من غاربم که اونایی که زدنش اونایی که اصلی زدنش اونا گیر نیفتن الان دیگه باور شده که مثلا خود زده خب درسته به والله وایس هانی کنا رو وایس یه روز میذارم چون یه چیزایی توش هست خب نمیتونم بذارم سر همون کرک اوجاره چیز که در آوردن و تو مشکل داری دنتقه آوا نامه الا خاطر شرف و کرد ایلام من نامسته و یک گیال خواهد گیال اصلا خنی وی آرام بیاد خنی وی یک وصال اولی بکن سید یاور کیه آقا اینا بیاد نه اینا منافق انده داشت اینا میگن فلانی داره بهت فش بیده که ما برگردیم بیادبی بکنیم میگه یاور و آرام لایو دارن داشته باشن آقا با ماش سید آقا سید با شما هستم جانم داداش دورت بگردم جانت بگردم آقا من نباشه بی خاکتم آقا سید صابر این آرام هست آرام زیرک آرام کشته مبخشی خب آره بیاد فقط بگم مثلا از من از کدوم مرز اومدم خب فقط بگم من از اون کدوم مرز اومدم من آمارش آمار همه مرزا رو دارم نزدیکم بگه از کدوم مرز اومدم من باور میکنم که اون
آهنی رو زده. آره آره تمام. من رفتم دو سال التماس کردم از اون تو لایو میگفت بیاین، رفتم سه تا سوال ازش کردم. درسته. سه تا سوال کردم. گفتم تو میگی من ایرانیم. خب؟ خب من ایرانیم شناسنامه. آقا خزایی قربونت برم. نداد. یک ساعت خورده تو کانال یوتیوب هم هست، بری نگاه بکن. هی خودشو به اون راه میزن، من تو رو مسخره میگفتم باشه تو فکر کن منو داری مسخره میکنی، منو دست میندازی. ولی من سه تا سوال ازت میکنم. تو که میگی من تعصب ایرانی ها رو میکشم، من ایرانی ام. خب شناسنامه ایرانی تو نشون بده. گو تو نشون بده. گفتم من نشون دادم. خب لایو زنده تا نشون دادم. گفت مگه من دور از اون گفت مگه من مثل تو فلانم؟ اون حرف آرام گفت آره که نشون بدم. گفتم یعنی به 80 میلیون ایرانی داری توهین میکنی که دارن شناسنامه ایرانی دارن؟ خب یه چقدر بیناموسه آقا، به همه فوش میده، به همه میگی من اومدم ایران، اسم 4 تا کوچه خیابون تهران اسم ببر، من میگم آره تو راست میگی. هی بگه از هی بگه از اون مرز اومدم، فقط اینو بگه، بگه از اون مرز اومدم. خب من آوردمش تو لایو، هی دارم به چیز و قول من رو راکار دارمش تو کانال یوتیوب هم هست، برین نگاه بکنین. درست. یه بار میگه با پاسپورت اومدم، یه بار میگه با تو صندوق بودم، یه بار میگه پلیس منو ندید، یه بار آقا هزار یه خالی بندی. نه نه دروغ میگه، با پاس با پاسپورت نمیتونه بیاد. با پاسپورت اصلا نمیتونه بیاد. بگه از کدوم مرز اومدم، من حرفشو باور دارم، قسمم میخورم اونا رو زده. ولی دروغ میگه. آقا میگه من کاک ماما کاک ماگا کاک ماما سینا میگن دیگه مفبری میخوام. آره میشه گنده. آقا اصلا ببین الان ما هم داریم حرف میزنیم، به مولا فقط داره کلهش گنده میشه راجبش. آره آقا قرآن بس شما اینا قربونت برم سید جان، اونا به سرشون به ما نمیخوره، اگه بخورن جر میخوره، مطمئن باش. جدی هم میگن اونا سرشون به ما نمیخوره، اگه بخوره جر میخوره. اونا رقمی نیستن دیگه بخوای براشون حرف بزنی. همه میدونن الان دو ساله، همه میدونن چی به چیه. اگه صداشون در نمیاد چیزی نمیگن، بسش شده. فوش میده، فوش ببین تکنیک یاد گرفته، فوش میده به صغیر کبیر ایران، فوش میده که من فلانی بلندشه بره زنگ بزنه بهش بزنه، یا بره تو لایوش بگه آقا تو چرا فوش میدی، بعد بده بسون بکنه، بعد بگه آقا خب حالا تموم شو فلان شو، بعد هندونه بذاره زیر بغل. ببینین من مهمم، مجبورشون کردم بیام. همینجوری هم شد آقا سید، همینجوری هم شد. معذرت میخوام، ببخشید. بعد دو سال التماس، هی لایو برای من بفرستید، براش بفرستید بیا تو لایوم. رفتم با پیج درجه سم، دارن همه زیر کلیپ هم هستش آدرس، با پیج درجه سم معذرت میخوام گرفتم روی معامله. دیدم دیدم داره با طرف میزنه. خب دیدم. میدونی چی به هم میگه؟ میگه من ازت باج گرفتم آوردم تو لایو. مفری همینه، عرض کردم که مفری دنبال مفری هست. سید مدرد میخوام آلاتشو آورده بود تو لایف خودشو نه آورده بود. من ازت باج گرفتم. از همون اون باج گرفته به والله. لیاقتش همون بوده، از اون باج گرفته. آره از همون باج گرفته. بهش میگفتم من نمیدونم زن بچه پیشتون هست نیست، نمیدونم. من نه من راحتم، من راحتیم، یعنی راحتیم. اونایی هم که تو لایو هم اگه اصلا گوشاشونو بگیرم تو کشکشی دور از جونو همینه که میشم بزرگ. میگو آره تو لایو دارم، تو بازم الان میگن میگه تو یوتیوب، چون من همه چیزو سیو میکنم میذارم اونجا. به والله بهش میگفتم تو کشکشی؟ میگو آره. میگفتم تو افتخار میکنم؟ میگو آره افتخار میکنه که کشکشی. میگفتم استاد لغمان داره تو اون اتاق زنتو میکنه؟ میگه آره دمش گرم خوب داره میکنه. خب آدم بیاد وقت برای این بذاره چی؟ با قرآن دیگه، با قرآن یارو گفت آبیاری زله. آبیاری زله. اینه اینجوریه آقا، داستانش اینه. آقا خواننده است، به والله خواننده است، صداش هم خوبه آقا، به والله لاهن. آره ببین میگه کج بشین ولی درست بگو، راست بگو.
آقا صدای خواننده است، صداش هم واقعا خوبه، ادای زیرک و در میاره، خواننده مشهور کردی و اینا، خودش میخونه. کرده واقعا؟ زنش ما آره والا آره کرد کرد نی، خیلی از بچه ها خودتون شنیدن من میگن الکی میگن کرد نی، ادا خودش رو چسبونده به کرد. نه نه کرد کرد عراقه، کرد مزدور جاشه. آره بابا آره، این از قصد فش میده. ببین دو لبه کار میکنه، شنیدی میگه دو لبه کار میکنه، هم این ور هم اون ور. خب آره موظف دروه. خب بهش هم با آسایش کار میکنه، هم این ور، و اینا بچه های خود ما بشمارس کونش میذارن. آقا سید ببین فش میده به رهبر، به شهیدامون، به شهیدامون فوش داده، به رهبرمون فوش داده، به بزرگامون آقا، به مولا بگیرنش. همین زیره از 35 35 آره مرز سردشت خونشونه. خب بابا اون یارو کی بود آوردنش؟ ریگی رو از رو آسمون کافیدن آوردن، بعد این والا ولی خب موظفه اونجا باید خوش بده. دقیقه من تعصب ناموس ایرانی رو میکشم. آقا تو من کردم نموردیم خودمون که هرکی تعصب خانواده خوش خودش میکشم. جاش یعنی مزدور آقای عرشین، جاش یعنی مزدور. آره کردیاتی ما هم ریش خالو عیوب هم گفتیم ما کردیم، خیلی هم الان کرد و لور و لک داره، همه تاج سر من، همه انسان ها تاج سر من. تو کردستان عراق اون همه معذرت میخوام، تو کردستان عراق اون همه بار و دیسکو و جندخونه و زنای هرزه و فلان، کی میره اونا رو میکنه؟ ایرانی ها. خب این یک. بعد تو چرا میای میگی من تعصب ناموس ایرانی رو میکشم؟ تو اگه واقعا کردی و تعصب کشی، تعصب ناموس خودتون رو بکشی، تو کرده اون بارا و دیسکا و جندخونه ها رو ببر جمع کن. بعد میگه من پیشمرگم، دست یارو انگشتش قطعه یا کف پاش صافه، نمیبرن چش میدن، نصف دست نداره، نصف دست نداره. خب میگم من پیشمرگم، به پیشمرگای کردستان آموزش نظامی میدم. ببین خالی بندی تا حد چی انترنشنال. خب جانم کون خودش نمیتونم بسیده، ناموس ایرانی رو میکشم. میگم اردگان بی ناموس تو کردستان عراق بالای 50 تا پایگاه زده، هر روزم بمبارون دارن میکنه کردستان عراق. آره آره توی کلتو کلاشی که ما بچهای شیعه دادیم که داعش یا شما رو لاتفار نکنن، به ناموستون تجاوز نکنن، خدا رحمت بکنه سردار قاسم سلیمانی، اینا رو بهت دادن. الو جانم. بله بله شما رفاین. خب تلفن زنگ برو برو دو تا تیر هوایی دم پایگاه ترکای اردگان کردم آقای کرامتی در بکن، من میگم درود به شرفت. ولی میای برای هشت شعبی و سپاه ایران و نمیدونم برای این و اون کلاش نشون میدی، کرد نشون میدی، تو اگه تأثیر کشی برو خاکتو آزاد کن. کردستان عراق تحت اشغال ترکای عثمانیه والا، اون همه جنده خونه و کسافت خونه تو کردستان و عراقه. تو اگه ناموس پرستی برو جلو اونا بگی، تو اگه ناموس پرستی وای نمیسی خوانندگی میکنی زنت و مادرتون وسط برخصن. بعد میای برای بچه ایرانی ها و بچه شیعه ها چیز میکنی، فخری میپوشی. یارو علم هدایه هست، مال مشهده، مال مشهده. خب اون شاخ کرده به بهانه ای که بهروز حاجیلو با آخونده مشکل داره، گفتم کسکش مادر جنده، گفتم کسکش اون بنده خدا، حالا آیت الله یه درس خونده هرچی هست، اومده یه فتوا داده گفته برین ازدواج بکنید، نگفته که برین زنا بکنید. درسته آقا؟ الان اینجا اروپایی میره با یه خدا شاهده مثل فرشته آسمون میمونه، انگار یه فرشته از خدا بهشت اومده اینجا با یه سیاپوس ازدواج کرده، اصلا تو نگاه نمی کنی بهش، پاسپورت بهش میدن، شناسنامه بهش میدن، حقوق انسان بهش میدن، فلان بهش میدن. بعد خب این بابا گفته برین ازدواج بکنین، نگفته که برین زنا بکنین. تو اگه راست میگی برو اون جنده خونه های اونجایی که دارن میرن زنا میکنن رو ببند،
برو در خونه اونا، نه برای ایرانیا فتوا بده بگی من ناموس ایران. مگه بچه ایرانیا ناموس پرست نیستن که تو تویله نشین بیای تعصبشون رو بکشی؟ حفظ آقا سید درباره صحبت نکن جان مولانا. منتظر تو هم بی غیرت هم که تو بیای تعصبشون رو بکشی. آقا سید جونم. آقا سید به مولا ارزشی نداره، درباره صحبت نکن. گفتم همین بیای... الان من اینا رو میگم برای هموطنام که نرن تو لایو. میدونم چی میگی. میدونم چی. من میدونم اون. از کنم حضور شما ول کن آقا، ول کن. این کیه کره؟ عشق منی. خودتون عشق هست آقا، خودتون عشق. به خود همه تون عشق. آقا حامد نقلی عزیز داداشم خوش اومدی. به نظر تو این بذار یک کمی درباره این روسیه و اوکراین حرف بزنیم آقا. حالا آرام بشن. این پوتین، این پوتین نمیدونم چه نقشه ای داره برامون. میگه اونه را من زدم. یه خود هندونه بده زیر وقلش، میگه پوتینو من زدم. این مرام میگه ایوب نکشیده. نه اتفاقا کشیدم مرام. کشیدم اتفاقا. آره میگه نکشیده. من سال 2016 بله به من میگن سید تو شاعری نویسنده ای، بعدم نمیگن، راستم میگن. خب مینویسم هر از گاهی یه چیزایی. سال 2016 دقیقا به تاریخ 29/12/2016 یه دلنوشته ای نوشتم براتون میخونم. حالا صحبت از اوکراین و جنگ شد، ببینید چقدر با این روزا مطابقت داره. یعنی تقریبا 6 سال پیش، یعنی اون موقع شما تخمین زده بودی یه چیزایی. حالا من میخونم ببینید شما برداشت شما، ببینید چقدر میخونه. میگه گیج خوابم هنوز، اینجا صبح هست و هوا ابری و سرد و مخم منجمد از تنهایی است. آهای چرا کسی چکشی بر نمی دارد؟ دانه دانه بلورهای الماس اشکم را صیقل دهد و در یکی از حراجی های خرد فروش های بازار آهنگران شهر مسقال مسقال بفروشد. آخ ببخشید، من هنوز دارم در خواب با کودک درونم رویا میبینم و چقدر خیال انگیز است این رویای سپید. امروز قرار است نام خود را در دفتر گینس در بخش هذیان‌های ناگفته‌ام ثبت کنم یا ببینم. میدانی چیست؟ امروز قرار نیست از این شعف بداهه‌ای بنویسم. او را به استراحتگاه سیبری فرستادم تا خرس... او را به استراحتگاه سیبری فرستادم تا با خرس قطبی استکانی چایی بنوشد. تا پوتین چکمه های فولادینش را بر سر ترامپ له کند و ترامپ در 20 ژانویه با او در کاخ سفید ژامبون تقسیم قدرت را به صرف چشمانی که از ارتفاع دیوار مکزیک بالا می رود قی کند و او ویرانی های اوباما در سوریه را که خرجش از امیران شتر سوار در ظهر تابستان دبی تهیه می شد را بازسازی کند. آخ بس است من می روم کمی برای این دنیا استراحت تمرین کنم. همت کم داره. اینو 5 سال پیش گفتی آقا سه؟ شرنو 6 سال پیش. به چه مبنای اینو گفتی؟ شرنو دیگه. نه میدونم. ببین الان این شعر رو الان مثلا باید بگنش. الان چی میگم؟ خب یه جایی میدونم. پیش بینی کردی که مثلا اینجور سلام استاد. تاریخ این بداهت هم سال 2016 است. یعنی 6 سال پیش. دمت گرم سید. چه چیزی که ما الان متوجه شدیم شما 6 سال پیش میدونستین. بسیار عالی، خیلی هم خوب ارتباط برقرار کردیم. دمت گرم. مثلا یکی از نظرهای چیزی بود. بعدم سید بعضی موقع من که اینجوری هم یه اتفاق میفته احساس میکنم قبلا این اتفاق رو یه جای دیدم، خوابشو دیدم یا اصلا من اونجا بودم،
بعد تخمین میزنی الان یکی میخواد بیاد اینجوری بشه، یهو میبینی شانسی همون طرف هم اومد، همون اتفاق هم افتاد. نمیدونم شما هم شدی اینجوری؟ در حال گردشه، در عالم معنا، در عالم طبیعت، همیشه در عالم گردشه این رو. ببین خدا وقتی انسان را خلق کرد به تمام ملک